حقت خوشحالی که زحمته، هرچی باشه کمته، بانه نباش زحمته، شادی تو حقت خوشحالی که زحمته، هرچی باشه کمته، بانه نباش زحمته. ما داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره یا خنده مانه، چشم بدینه قر نزنم قر نزنم خوش کنم به مشکلات عدیده، هرکی نخنده تبعیده برای درسته یه تقییده، بیرفتی رو خنده شدیده دل درد بگیری بعیده، داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره یا خنده مانه، داره ما بپلی خنده خنده مانه بازه ها بتره بزن خنده مانه بزن خنده احسان کرمی هستم در شبکه هستی اینجا حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خندوانه ای های توی خونه چطوره؟ عالی. خدا رو شکر خیلی خیلی خوشحالم که امشب هم با شما هستیم در خنداننده شو. امشب آخرین شب از مرحله دوم خنداننده شو هست و آخرین چهار نفر به روی صحنه میان تا شانس خودشون رو امتحان کنن، ببینن کدومشون میتونن بیشترین رأی رو کسب بکنن و در نهایت به مرحله بعد برن. اما خانم ها آقایان، قرعه کشی اول برنامه از نون شب هم واجب تره. جناب آقای شاه حسینی، به افتخار آقای شاه حسینی. حالتون چطوره؟ خدمت شما باشه. آقای خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. آقای شاه حسینی چند نفر داریم؟ 102 نفر. 102 نفر در استودیو حضور دارن و ما یک قرعه بیشتر نمی کشیم به خاطر اینکه زیغ وقت داریم. یک دیگه هر چی بود بود. یک دو سه. هجده. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ سپاس. معرفی بفرمایید. سودابه میرزایی هستم، سرکار خانم میرزایی. شما تنها کسی هستید که امشب در قرعه کشی برنده میشید. بین 1 تا 14 شانس خودتون رو امتحان کنید. شماره 7. یک عدد پاور بانک، هدیه 780. خواهش میکنم بفرمایید. باشه، یکی دیگه هم چون اصرار میکنین دیگه میکشیم. دوتا ولی بیشتر دیگه نه. صد و یک. سلام علیکم. میرزایی هستم. خانم میرزایی 1 تا 14. یک. خانم البته ما این 100,000 تومن رو تقدیم میکنیم، ولی این شهر بازیش ما رو گروه الفه. دخترم هست. آن دخترتون گروه الف هستن. چند سالشونه شما این؟ 10 سالش. نه 10 سال که گروه جیمه دیگه یواش یواش. ولی نه 10 سال بدم. 3 سالم دارم. همه رقم موجود است. بسیار خوب، مبارکتون باشه. دیگه بسه دیگه. باشه، یکی دیگه هم میکشیم. شماره 9. محمد حسن امینی اول. خیلی خیلی خوش آمد. آقای امینی؟ امینی اول. امینی اول. بله.
بسیار خوب. آقای امینی اول خیلی خوش آمدید. لطفاً 1 تا 14 یک عدد رو انتخاب بفرمایید. 12. خیلی مبارکتون باشه. سپاس. سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. یه اسکوتر هدیه میدیم، فقط مواظب باشین دیگه. یکی دیگه هم میکشم که دیگه. 5. به نام خدا، فاطمه عدالت پرور هستم از کاشان. از کاشان؟ بله. به 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 به. آقا جو خیلی خوش آمدید. این گله کدوم رقم؟ 4. 4. خانم با 4 نفر دیگه میتونید تشبه به سینما و یه دونه فیلم ببینین. خیلی تبریک میگم. هممونم بریم سینما، الانم که دیگه آخر هفته است که حتما بریم. خب متشکرم جناب آقای شاه حسینی، خدمت شما. وقت شما بخیر. خب بریم برای تقدیم شادی برنامه ها. خیلی گرمه، من میگم شادی برنامه رو تقدیم کنیم به یه عده‌ای که یه کاری برای خنکی میکنن. برای کی؟ نصاب کولر. آقا نه، بزن یه کار دیگه کنیم. آقا یه نفر یه چیزی گفت من خیلی خوشم اومد. بذارید شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به همه کسایی که پای کوره دارن کار میکنن. حالا یا تنور یا کوره، مثل نونواها، مثل کارگران کوره پزی، آجر پزی، کارگاه های شیشه سازیه، نمیدونم چی اسمشون. شب حالا باز شب یه خود خونه که کوره نداره تو خیابون. کارگرانه که جا پالایشگاه نفت. بله آقا، تقدیم میشود شادی برنامه امشب به همه کسانی که در محیط های کاری گرم و داغ زندگی چیز کار میکنن. به افتخارشون. بله بله، مربیامونم آمدن، خیلی هم خوش آمدن، خیلی هم خوشحالم که میبینمتون دوباره. آقای آیش خوبین؟ چه خبر؟ خبری نیست. خوش میگذره؟ خیلی خوش میگذره. خدا رو شکر. اوضاع امروز چطوره؟ امروز اوضاع خیلی خوبه. چرا مرموز به نظر میایین؟ بسیار خوب.
امروز براتون تفاوتی نمیکنه اول دوم سوم چهارم اجرا کنی؟ نه سوم. اصولا هممون دوست داریم اول خیالمون راحت شه. واقعا همه دوست داریم اول باشیم. تو آخر دیروز مثلا این نه ما امروز هر موقع شد شد. شما چی؟ یکم امروز وقت میخوام قبل از اینکه اصلا همون که آقای آیش میگن ناصر بیاد دوستانه یکم وقت چهارم مثلا باشه. ترجیح میدم چیزی نگم دیدی که من هرچی میگم برعکس میشه. آره. شما چی جناب آقای خطیبی؟ سلام. آماده ایم؟ آماده. منتظر. هیچ نکته خاصی اگر نیست من برم سراغ قرعه کشی چون وقت نداریم. بله بفرمایید. جناب آقای شاه حسینی چقدر فضا آروم و خیلی فضا سنگین و آدم حسابی و محترمانه و شیک و اولین دکتری که میخواییم ازش آره تو این مایه داریم از گروه جناب آقای رامبد جوان امیر حسین قیاسی اینجوری کردی چرا کله رو به چه علامتی تکون دادی؟ به اشکال اینجوری کردم که مثلا اصلا راجبه چیز دیگه ای داشتیم با هم صحبت میکرد ما قبلش هم داشتیم نمارش صحبت میکردیم اصلا کلا خیلی تو جمع در خیلی من رو تحصیل قراره بله بله در میرن این باید از از من سوال شده که چرا این لامپ ها خاموشه اینا خیلی قشنگه منم خیلی دوستشون دارم ما به خاطر اینکه همراهی خودمون رو با این ماجرای صرف جویی در مصرف حالا همه چی به خصوص برق نشون بدیم این لامپ هامون رو خاموش کردیم با اینکه خیلی قشنگه اما از گروه سرکار خانم نه از گروه جناب آقای اشکان خطیبی آقای رضا نظری خودتون هم میخواییم ببینیم من راست میگم بریم سراغ نفر سوم جناب آقای آیش علی صبوری افتادی جارو اینم دل بخواه شما که ناصر محبی آه بیرونه بیرون بود بعد من داشتم از اینجا درش میوفتم ناصر محبی هم نفر چهارم از گروه سرکار خانم فانتا بهرام تا لحظاتی دیگر امیر حسین قیاسی از گروه ببخشید آقا اجازه من اشتباه کردم آقا من سکوت میدم شما اینجا صاحب نه من واقعا اشتباه کردم آقا نه من اصلا هیچی ندارم میخوایم برم اونجا یه پا من بالا الله خدایا منو ببخش تا گروهی دیگر نه تا لحظاتی دیگر امیر حسین قیاسی از گروه جناب آقای رامبد جوان گرفتم هر چی که بود گرفتم آره همه شو گرفتم
اصلا هر کاری بخوای بکنیم آتیش بزن سرم. یه اجرای خیلی خیلی عالی خواهد داشت. اون واقعا سعی می‌کنه. حساب بخرم؟ آره. خب تو بگو ماما. من به این نتیجه رسیدم نه ایمان دارم بهش نه اعتقاد. یعنی قبل نه ایمان داشتم اعتقاد نداشتم. الان جفتش ندارم. اگه این فینال نرفت خندوانه رو چی؟ چرا از خاندوانه ما یه میذاری؟ چرا دقیقا؟ خودت داری، خودت داری با شما یه دوستی شد خب، تو خودت چجوری وضعته؟ من خوبم، نمیدونم چرا ولی خیلی خوبم امروز فکر میکنم که عالی باشه بریم ببینیم، مخلصیم خدا واقعا فکر میکنم اوضاعمون امروز خوبه خب واقعا امیرحسین چند بار اجرا کرده چقدر اجرا شده دیگه امیرحسین مدام داره تمرین میکنه امیرحسین متنش رو در اصل خودش مینویسه صفر تا صدش رو ماها پیشنهادهامون رو میدیم اونا رو اینسرت میکنه اصلاح میکنه حذف میکنیم برمیداریم ما مدیریت نهایی رو رو متنش میبره واقعا تمام شوخیاشو خودش مینویسه جنس خودشه لحن خودشه برای همین تصورم اینه که امروز شاهد اجرای خوبی خواهیم چی نوشته اونجا که میگرده؟ نوشته که عکس برداری و فیلم برداری ممنوع همون میکردی که با هم صورت داری همون مسئله باشه پاشده امیرحسین قیاسی امیرحسین کجایی هستی؟ ما اصالتاً هم پدری هم مادری لوری با افتخار خب چقدر دیگه بگو بینم در یک هفته گذشته در روز گذشته چه شد؟ تمرین و تمرین و تمرین عکس باد ننداختم عکس نه فقط یه نفر منو دید که مثلا شناخت و اینو اجرای کردم چون اجرای قدیم راجع محلم بود و یه خوردم منفی بود منو دید گفتش که تو زنده ای هنوز با تعجب امروز هم باز میخوای با محلتون شوخی کنی؟ آره یکم میخوام با محلمون شوخی کنم دوباره به اجازه دادم با بچه های پنگ ببینیم چی کار میکنی بفرمایید عالی خب ببین همون چیزایی که با هم تمرین کردیم خب تصویر گرفتم من میرم رو زنی میرم اونجا میشینی خب یه واوم جا نمیدیم نه جا نمیدیم این همون چیزایی که آکسان ها رو دقت کنیم بله چشم درست بله از دستات استفاده کنیم بله ولی زیاد از حد بله. زیاد استفاده نمیدیم ما خیلی باحالیم این اصلا اونها رو نمیگم اصلا اونها رو نمیگم نه ما نجیب اینا نه خودت باش میتونی راحت بری بالا رقیبات هم خوبن آیش بد نیست آماده خطیبی چی خطیبی سخته بهرام خانم بهرام اومده به نظر میاد ولی خودت باشی راحت هستشون خیلی ممنون ماشاءالله عالی بود من رفتم دیگه نکته ای نه برو یه بغلم بده من طرفدارم سلام سلام حالت چطوره عالی همونطور که گفتم محله ما توی تهران فقیرنشین حساب میشه بعد ما خودمون تو قسمت فقیرنشین محلمون زندگی میکنیم یعنی ببینید ما اگر خط فقر رو اینجا در نظر بگیریم بچه محلهای ما حدوداً اینجان و ما واقعاً فقیریم یعنی شما یه بار آپارتمان توی نیاوران بفروشی میتونی کل محل ما رو بخری البته کلشو نه دو سه مترش هم بفروشی کافیه باز میتونی کل محل ما رو بخری یعنی ما خونمون رو بفروشیم میتونیم نهایتاً بریم نیاوران بستنی بخوریم برگردیم شاید تا نتونیم برگردیم پدر من صبح میرفت سر کار و شب ساعت 10 بعد از دو شیفت کار خسته و کوفته برمیگشت خونه وقتی که میرسید ما دورش جمع میشدیم دستای پینه بستش رو میبوسیدیم بهش خسته نباشید میگفتیم اونم ما رو بغل میکرد سرمون رو نوازش میکرد و فقط یه جمله ما میگفت اون لباس نگهبانی منو بیارید و میرفت سراغ شیفت سوم کارش البته اوضاع همیشه هم اینقدر بد نبود اجازه یه خاطره جالب براتون تعریف کنم ما یه بار هممون خانوادگی دور هم موز خوردیم همین دروغ گفتم نخوردیم پیاز خوردیم یه بار داشتم تو خیابون راه میرفتم یه نفر چاقو گذاشت پشت گردنم گفت گوشی تو بده برگشتم دیدم داداشمه گوه امیر تویی گوشی تو بده گوشی رو دادم بهش که خدا روش اینم روزی امروزمون بشین داداشی بریم خونه نشستیم رفتیم خونه با هم دیم تمام محلات
داشتن انتخابات شورایاری برگزار میکردن و محل ما براش برگزار نمیشد. اصلا محل ما طرد شده بود. یعنی هیچ کس به محل ما اهمیتی نمیداد. ما خودمون جمع شدیم، بزرگای محل جمع شدن، گفتن که ما بیایم یه شورای تشکیل بدیم برای خودمون که برای محل تصمیم گیری کنه و تصمیمات مهم محل رو این شورای بگیره. چند نفر کاندید شدن، پدر منم کاندید شد برای این شورا. ما گفتیم هر جوری شده باید پدر من رئیس این شورا بشه. نشستیم دور هم بحث کردیم ببینیم چه وعده هایی بدیم به مردم که ما رو انتخاب کنن برای ریاست این شورا. همینجوری دور هم نشسته بودیم، بابا میاد نگاه به داداشم کرد گفت خب ما مشکل خفگیری رو باید حتما مطرح کنیم. اون که داداشم نگاه کرد گفت مشکل اعتیاد هم باید بگیم. اون که داداشم نگاه کرد گفت خفگیری رو که گفتم. مادرم نگاه کرد گفت جان. من رو نگاه کرد گفت مشکل بیکاری و علافی هم باید بگی. تو چرا فوق لیسانس گرفتی هستن؟ گفتم پدر متمرکز شو. گفت ببین ما باید بیایم از جاذبه گردشگری محلمون استفاده کنیم. گفتم ما جاذبه گردشگری نداریم. گفت چرا نداریم؟ همین مترو. گفتم با مترو رو که کل تهران دیگه دارن. گفت آره ببین، ولی تنها مترویی که به جای اینکه پله بخوره بره پایین، پله میخوره میره بالا تا سوارشی، مترو ماست. خلاصه یه دیستی جمع کردیم دادیم دست بابام که بره توی اون سخنرانیش بگه. ولی رسید به سخنرانی کلا لیستو فراموش کرد. رفت روسن شروع کرد. این جانب عنایت قیاسی فرزند سعید گلابدره در حضور فرزندانم امیر حسین قیاسی، سعید سعیدی، مجید مجیدی، رامین رامینی، انگار اسفامیله، و اون نمیدونم اسمش چیه، اون الله شاید بگی که چرا بچه های ما همه فامیلیشون یکی نبود. باید بگم که چون ما یه مقدار خلاف توی خانوادمون زیاد بود، به خاطر همین فامیلی ها رو عوض کرده بودیم که به ما نرسن، اگه یکی منو گرفتن به بقیه همون نرسن. خلاصه با هم شروع شد تعهد دادم. من تعهد میدم مشکل بیکاری رو در محل حل کنم. ما باید دستفروشامون رو به تمام تهران صادر کنیم. یعنی بادکنک و تلمبه باید کالای مصرفی کل تهرانیای عزیز باشه. همینجوری با هم داشت حرف میزد، یهو یه نفر داد زد بچه‌ها ایزدی نهار میده. ایزدی رقیب انتخاباتی ما بود. یهو دیدیم همه بودوینا رفتن. هیچکی نمونده. گفتم چه آدمای نامردیم، بابای ما داره صحبت‌های محل رو میگه، مشکلات محل رو میگه، اینا رفتن. برگشتم ببینم بابام کجا، دیدم بابام نیست. دیدم بابام دنبال اونا رفت. گفتم پدر کجا داری میری؟ گفت احمق کوبیده است. منم دویدم. آقا ما دویدیم اینا جلو زدیم. یعنی ما رسیدیم بشیم غذا میخوردیم، اینو تازه رسیدن. بابا همینجوری که داش کوبیده رو میخورد یه دونه زد به من، دیدم تو فکره. گفت پسرم میبینی مردم محل چقدر سادن، به یه دونه کوبیده رأی میدن. یارو با یه دونه کوبیده داره رأی میاره تو محل. بعد همون لحظه اشاره کرد به آشپزخونه، گفت آقا یه دونه کوبیده به من بدید من ببرم برای خانومم توی خونه است با یه نوشابه زرد. گفتم بابا بگو مشکی، یه دونه مشکی برای این بچه اگه میشه بدیم. ما همون لحظه تصمیم گرفتیم که جوی دیگه باید رأی بیاریم. این شد که فرداش یه اسپانسر پیدا کردیم و 100 تا جوجه داد و ما با 80 تا رأی بابام رئیس شورای محل شد. یه سال اول داشتیم دنبال اون 17 نفر میگشتیم که جوجه رو خوردن ولی رأی ندادن. شاید بگید 20 نفر بودن. بعد اینکه 3 تاشو میدونستیم، ایزدی بود و پسرش، یه دونه هم غذا گرفتن برای خانومش بردن خونه، اونم حساب کرد. کم کم توی شورایاری که رفتیم، شورایاری حقوقش خوب بود، مزایاش از اون بالاتر. کم کم رویاهامون داشت محقق میشد، همه چی داشت وقف مراد پیش میرفت، همه چی داشت بر وقف مراد ما پیش میرفت، رویاهامون داشت محقق میشد. بابای من رویاهامون داشت محقق میشد. 2,500,000 تومان وام گرفتیم، وجه رایج مملکت گذاشتیم جیبمون بدون اینکه پس بدیم. یه سمند 89 دوگانه انداختیم زیر پامون، حال داشتیم میکردیم زندگی بر وفق مراد. حتی بابای من تو ساختمون شورا مایه دستشویی داشت. یعنی ما خونه هم میرفتیم دستشویی میرفتیم اونجا دستمون رو میشستیم. بعد چه مایه دستشویی بود، خیلی خوشبو، بوی موز میداد، عالی بود، خیلی خوب بود. همه چی خوب بود تا اینکه یه روز یه اتفاق بدی افتاد. من تو دفتر بابام بودم، یه نفر اومد گفتش که آقای قیاسی من یه دونه سکه میدم کار من را بندازید. بابام گفت چی؟ تو فکر میکنی میتونی من رو بخری؟
درست فکر میکنی. یه دونه سکه رو گرفت و ما از اون به بعد همه رشوه رو گرفتیم. البته همه رشوه رو نه، ما 80% رشوه رو گرفتیم. اون 20% هم توش مو بود و یعنی اونا رو هم میگرفتیم. فقط تنها مشکلی که وجود داشت داداشم بود. داداشم با این قضیه خیلی مخالف، میگه این پولایی که شما میاری تو خونه ناسالمه، اینو ما نمیتونیم بخوریم. من یه اون پول سالم خفگیری آوردم تو این خونه، ما روش کردیم. این پولایی که شما میارید هممونو بدبخت میکنه. ولی ما اهمیت نمیدادیم. ما صبحونه رانت میخوردیم، نهار رانت میخوردیم، شام ولی چیزی نمیخوردیم چون رانت سنگین بود، نمیذاشت شبا راحت بخوابیم. آزاده بودم به منم ساخته بود، داشتم حال میکردم، پول تو جیبم، چیزهای ازدواج دورم، زندگی اشغال فراوون. اما یه بار یه گاف خیلی بزرگ دادیم، عکساش پخش شد، آبرومون رفت، همه مردم فهمیدن. من یه بار آژانس گرفتم، سر کوچه پیاده شدم ولی دیگه فایده ای نداشت، خیلی بد. نمیدونم مشکل نمیدونم مشکلشون چی بود. ما دو تا واند مواد غذایی گرفتیم، یک شدادیم به اینا. بابای من حبس کشید، حالا درسته واسه چک برگشتی بود ولی در صورت حبس کشید، فرق نمی کنه. ما حتی کار فرهنگی اومدیم بکنیم، ما از اهالی محل درخواست کردیم برای کلاس‌های فرهنگی بیان به ما هزینه بدن. خدایش هم همه‌شون اومدن، یه پولی گذاشتن و 1500 نفر هزینه دادن و 100,000 تومان جمع شد. ولی خب با 100,000 تومان نتونستیم کاری کنیم، رفتیم یه صندلی خریدیم برای بابام بذار زیر پاش تو شرایط. ولی خب دیگه وقت رفتن بود، اومدم به بابام گفتم که پدر تموم شد. گفت سعیدو گرفتن؟ گفتم سعیدم گرفتن، هممونو میگیرن، باید فرار کنیم. ولی بابای من فرار نکرد. بابای من با حذفش از شوراش خیلی راحت کنار اومد. شب اومد خونه، شب حذفش گفت اون لباس نگهبانی منو بیارید. لباسشو آوردیم و رفت به سمت ساختمون شورا. بعد از یه مدتی برگشت، همون جوری که با دستای خالی روز اول رفته بود داخل شورا، با همون دستای خالی از شورا اومد بیرون، با یه صندلی و یه پنکه سخفی و یه یخچال 15 فوت پر از آب معدنی و یه سمند و یه منگنه، با این منگنه های ریز کوچولو و پریزای برق. تمام این مدت من داشتم این فکر میکردم که پدر من با این وسعت دید چطور ممکنه که مایه دستشویی رو یادش رفته باشه، که دیدم داداشم داره از دور میاد. حسن نباشه. من تالای آقازاده رو از نزدیک ندیدم، همیشه از دور میبینم. میشه از طرف ما لمسش کنی؟ جالبه. خانم بهرام خسته نباشی. ممنونم. این حجم فشرده از نقد اجتماعی خیلی چسبید. در واقع این فرم از طنز شکل نسبتاً خفیفی از گروتسکه توی طنز، یعنی چیزایی که تو وقتی به عمقش فکر میکنی تلخیای جامعه است، تلخیایی که وجود دارن و ما داریم درش زندگی میکنیم، ولی تو به شکلی مطرحش میکنی که ما ظاهراً بهش میخندیم اما وادارمون میکنه به اندیشیدن. این اتفاق خوبیه در حوزه متن‌نویسی و به یادمون میندازه که میتونیم هم بخندیم ظاهراً، ولی فکر کردن به این اتفاقا رو نباید فراموش کنید. آره، همینو یه ذره سر حال تر و چیز تر اجرا می‌کردید قطعا خیلی بیشتر می‌خندیدیم بهش. ولی خسته نباشی، باش ما رو بیشتر بخند. این یک شاخه از استنداپ کمدی، این نوع استنداپ کمدی که شاید 70% استنداپ کمدی های جهان بر اساس این مسائل اجتماعی، موضوع های سیاسی و زنده نگه داشتن این شاخه از استنداپ کمدی و این که بگیم هست، این خیلی مهمه و ممنون هستیم.
ولی جای این نوع کمدی خیلی خالیه. یعنی نه اینکه لزوما من فکر کنم که استنداپ کمدی که بنیه سیاسی اجتماعی داره لزوما باید بهتر از استنداپ کمدی باشه، که نداره. این اینا سلیقه‌های مختلفه، ولی به هر حال جای این نوع کمدی خیلی خالیه. ممنونم آقای عایش عزیز. جناب آقای خطیبی. امیر حسین عزیزم، میدونم که طراحی و اجرای استنداپ کمدی که بتونه هم نقد اجتماعی و سیاسی بکنه، هم لب مرز راه بره، هم دوچار ایراد یا اشکال نشه، بسیار کار سختیه. شاید معدود آدم‌های کمتر از سه تا انگشت یا سه نفر تونستن این کار رو بکنن. برای همین میخوام بهت بگم که به نظرم طراحی فوق‌العاده است. یعنی اینکه انقدر بتونی روی لبه پرتگاه راه بری و هیچ وقت سقوط نکنی، درجه یک. میخوام بهت پیشنهاد بکنم دفعه بعد که میخوای اجرا بکنی، یه چیز دیگرم بگم، چون هر شبی که یه سری استنداپ پخش میشه طبیعتاً یک سری طرفدار داره و یک سری کسایی که دوستش نداشتن. این به دلیل تنوع سبک‌های متفاوتی که توی استنداپ هست. مثلا یه سری ها مطلقاً عقیده ندارن که تعریف کردن خاطره بامزه و طراحی شده و درست و حساب شده استنداپه، ولی واقعاً استنداپه. اونها معتقدن که این کاری که شما فقط میکنید استنداپ مثلا، یا مدل های دیگه، یا مثلا استنداپ فانتزی، یا چیزهایی از این دست، یا مدل استنداپی که وحید شما میکنه. این سلیقه است، بنابراین حتی به واکنشی که تو توی استودیو هم میبینی بسنده نکنه، اجازه بده پخش بشه و بعد بازخوردها رو ببین. قطعا آدم هایی هستن توی این کشور که با استنداپی که کردی بسیار لذت خواهند برد ازش. در واقع میخوام بهت پیشنهاد کنم دفعه بعد که شوخیاتو میکنی دیگه پایینو نگاه نکنی هیچ وقت، چون جنس شوخی که تو داری میکنی به شدت مستقیم و منتظر واکنش تماشاچی، برای اینکه خب حالا دیگه یه چیز دیگه بگم که بفهمید اینی که گفتم نبوده، غافلگیریشو حالا ببینه. برای همین منو اصلا به لحاظ رابطه بصریت قطع نکن اصلا از خودت. اگر این اتفاق بیفته من میتونم به جرئت بگم که تو 100% در طراحی و اجرا موفقی. ممنونم اشکان. آقای مربی، یک استنداپ خیلی به نظرم جسورانه دیدیم از امیر حسین. بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم آقایون. از امیر حسین خیلی ممنونم. لحظات سختی رو گذروندیم برای اینکه بتونیم این متن رو به شرایطی برسونیم که بتونیم اجراش بکنیم برابر دوربین برنامه خندوانه. خیلی سخت بود و هر حال نگرانی هایی وجود داره. مرزهایی رو رد میکنه این شوخی ها که میتونه کنایه باشه به تمام اتفاقات روزی که هممون داریم میبینیم راجع به آدم های بی جنبه ای که به قدرت میرسن و مدام دارن سوء استفاده میکنن و نقد اونهاست. ما همیشه آقازاده ها و صاحبین قدرت و و و و رو از این ور به اون ور نقد کردیم. یه بار برامون جالب بود که از اون ور ببینیم ماجرا رو. خب حالا با جنس شوخی خودش، جنس طراحی خودش، خودش متنشو مینویسه، ما تیم ما فقط در کنارش قرار میگیره، نظراتش رو میده و خودش اصلاح میکنه. و خیلی ممنونم ازت. سخت گذروندیم، اصلا آدمی نیستش که به فراموش کردن و توپخ زدن بیفته، ابدا. مال شرط سختش بود، ولی همین که تا لحظه آخرش مقاومت کردی و انجامش دادی دمت گرم. بسیار از نظر من تو قهرمانی و همین بهت افتخار میکنم. ممنونم. یه چیز دیگه ای من میتونم اضافه کنم، چون چند بار داره اتفاق میفته و خب طبیعتاً بهش اشاره شده. ببین، قرار نبوده که این بچه‌ها از همین جای کار 100% کامل باشن و هیچ نقصی نداشته باشن. و خب همه ماهایی که یک زمانی رو صحنه بودیم میدونیم که این یک اتفاق یک فرآیند کاملاً طبیعیه. ذهنه و ذهن بازی گوشه و خب طبیعیه هر چی میزان تجربه کمتر باشه این اتفاق میفته. الان به نظر من این که کسی متنش رو حتی یادش بره به صورت کامل، از نظر من پوان منفی نیست. اگر در فینال یا ردبندی اتفاق بیفته چرا؟
طبیعتاً کاملاً تأثیر خواهد گذاشت توی رای. اما الان به نظرم مرحله‌ای نیست که بخواد از یاد رفتن، اونم وقتی که تو دوباره میتونی به خودت یادآوری کنی و ادامه بدی، یعنی از گلیم خودت رو از آب بیرون بکشی. از نظر بنده حقیر این به عنوان یک پوان منفی، نه اتفاقی که امروز امشب افتاد، نه اتفاقی که دیشب افتاد، به نظر من پوان منفی نداره، چون این بچه‌ها در حال یادگیری و در حال رشدن. اینطوری بهشون انقدر حرفه‌ای نگاه کردن باعث میشه که ما عملاً جسارت رو ازشون بگیریم، میدونی، یعنی هر لحظه فکر بکنن که بدون اشتباه باشن. نه، شما باید اشتباه بکنید، اگه شما اشتباه نکنید وقتی بعدن دیگه برای اشتباه ندونی. این نظر شخصی. متشکرم از هر چهار نفر. خب اما دوستانی که میخوان به جناب آقای امیرحسین قیاسی، این چهره مردمی، این چهره دلسوز، این چهره خدوم. میتونن از طریق اپلیکیشن روبیکا و همچنین از طریق وبسایت برنامه خندبانه، یعنی www.khandebane.ir به ایشون رای بدن و ایشون رو راهی مرحله بعد بکنن. به افتخار جناب آقای امیرحسین قیاسی خواهش میکنم. نفر دومی که تا لحظاتی دیگر روی صحنه خواهد اومد، دومین کمدین. ما صحبت کنیم، ما چرا خانواده امیر معرفی نکردیم؟ همیشه معرفی میکنیم، خانواده‌اش هم نشستن. امیر برگرد. داره حرف میزنه، داره مصاحبه میکنه. آقا مردم کار دارن، گرفتاری از خانواده‌اش خواهش میکنم بلندشن. خب من این کارو میکردم. نمیکنی. به افتخار خانواده امیرحسین قیاسی. دایی، زندایی، زندایی، مادر، پسردایی، دایی، خیلی خوش آمدید. متشکرم، صفا آوردید. متشکرم امیرحسین، موفق باشی. خانم ها آقایان، به افتخار رضا نظری از گروه اشکان خطیبی. محله ما توی تهران فقیرنشین حساب میشه. دو سه مترش هم به فروشی کافیه. وقتی که میرسید ما دورش جمع میشدیم، دستای پینه بستش رو میبوسیدیم. البته اوضاع همیشه هم اینقدر بد نبود. دروغ گفتن نخوردی. چی گفت؟ گفتن نخوردی، پیاز خوردی. یعنی هیچ کس به محله ما اهمیتی نمیداد. منشی داداش هم نگاه کرد، گفت مشکل اعتیاد هم باید بگیم. خلاصه یه دیستی جمع شدیم، داریم دست بابام، به خاطر همین فامیلی ها رو عوض کرده بودیم که به ما نرسن. یهودیم همه با دویدن رفتن. آقا ما دویدیم و اینا جلو زدیم. به یه دونه کوبیده رای میده. گفتم بابا بگو مشکی، یه دونه مشکی برای این بچه اگه میشه بگیم. 100 تا جوجه داد، شورای یاری حقوقش خوب بود، کم کم رویاهامون داشت محقق میشد. بدون اینکه پس بدیم. خیلی خوشبو بوی موز میداد. عالی بود. خیلی خوشبو. یه دونه سکه رو گرفت، نهار رانس می‌خوردی. آقازاده بودم به منم ساخته بود. من یه بار آژانس گرفتم. نمیدونم مشکلشون چی بود. با همون دستای خالی از شورا اومد بیرون و پریزای برق. سلام، چطوری؟ خوبم، خوب بود تقریبا، ولی خب یه جاش یادم رفت که خب واقعا فشار زیاد. خیلی متن خوبی داشتی، مال خودت بود؟ آره، متن خودم نوشته بودم، حالا دوستانم کمک کرده بودن، آقای جوان و بقیه. اصلا هیچ جایی هیچ خاطره بود؟ آره، اونجا که موز خوردیم فقط. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش میگذره. خیلی عالی، همه چی خوب. خیلی خوب، بریم ببینیم که رفیقات چی میگن. چرا تلفظ کنم؟ شرط سخت بود. این کار سر من نبودم، یه آدم بود. فکر می‌کنی سیگار کنه؟ چه اینجوری حرف می‌زنی؟ چوب پنبه دهنم. شبت دیگه. حالا حس داماد میان لازم. خوبی، آماده ای؟ مشاهدم. دو مدل دوچرخه‌ای که با هم دیگه تمرین کردیم و انگار داری میخوری به یه جایی، دیدی؟ اول دوچرخه سواری یاد بگیریم. آره. و اصولا ته جمله‌هات نیفته. اگر خنده بود وایسا، اگر دیدی وسط جمله دارن میخندن و اگر جملت از اول بگو، ریتم دستت باشه از دست دره. قبل از اجرام دوباره میبینم. خب رضا.
میتونم بگم پرشوخی ترین یارم. اوه آره خیلی شوخی داره رضا، مثل آتیش بزنید امشب. آره امیدوارم. رضا مثل یک ماشین شوخی سازی میمونه دیگه، یعنی انرژی گروهمونه، واسهش هر چیزی شوخیه، به جهان خیلی شوخی نگاه میکنه. موضوعش چطوره؟ موضوعش درباره ترافیک شهری، وسایل نقلیه در واقع. بامزه است، خیلی بامزه است. میخندیم؟ من که هنوزم بعد از این همه تمرین دارم میخندم. امیدوارم شما هم بخندید. چند بار دیدیم مثلا اجرای رضا رو میخوام ببینیم که در طول هفته گذشته شاید 10-12 بار دیدی و 10-12 بار کاملش اصلاح کردین و بله چون شوخی زیاد بود، 13 دقیقه شوخی بود، مجبور شدیم بکنمش 9 دقیقه و نیم که مثلا با خنده و فلان و اینا بشه مثلا 10 دقیقه. خیلی عالی، مرسی. برو یه چیزی بشو. بیا یه چیزی باش. باش بیا یه چیزی باش. باش بخارش بچر کن. بگو ببینیم که چه گذشت بر تو در این یه هفته ده روز. خوب بود دیگه، خوب گذشت. مردم چیکار کردن؟ مردم لطف داشتن. تو خیابون چی گفتن؟ نظر لطفشون بود، میگفتن اسمو که نمیدونستن، ای اون کچله. بعد خیلی لطف داشتن، دوستشون دارم، ممنون که بهم انرژی دادن. بعد انشالله بتونم باز بخندونمشون دیگه. امشبو میخوای چیکار کنی؟ امشبو میریم دیگه، شب خوبیه چون بچه‌ها خیلی خوبن. آره. بعد انشالله بتونیم تو این اوضاع لب مردممون رو بخندونیم دیگه، چون واقعا لازمه. صدها نفر زحمت کشیدن که تو امشب خلاصه بله دست ببازی و بری خونه. من ببازم برم خونه. ببینیم چیکار میکنی. انشالله با امید خدا. برو. من این چیز رادیو میخوام، من رادیو رو روشن کردم. سلام، عصرتون بخیر. طبق آماری که به دست من رسیده بیش از 96% از مردم عزیز کشورمون از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن. درود بر شما. کجا نبوده 6%؟ والا من اومدنی همین 4% ریخته بودم بیرون، خوشم تک سرنشین ترافیک بود با دو چرخه اومدم. آقا چجوری هست؟ این خارجی ها دیدی؟ 20 فصل سریال با هم بازی میکنن و توی سریال هم نقش زن و شوهر رو دارن، کاملا هم قابل باور بازی میکنن ولی باز عاشق هم نمیشن. اون وقت من یه سری خانومه در تاکسی رو نگه داشت واسم که من پیاده شم. من هنوز دارم بهش فکر میکنم. همه جا هم دنبالش گشتم و پیداش نکردم. بعد خانومم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تا به من؟ دیروز سوار تاکسی شدم، موبایلم زنگ خورد، برداشتم، یه خانم خوش صدایی بود گفت الو آقای دکتر، چهارشنبه مطب هستید؟ آقا اینقدر حال کردم که میگم هرچی شده تا چهارشنبه مدک بگیرم مطب بزنم. ناموسه اومدم عاشق بشم. آقا دیدم راننده شاکیه، غلاف کردم. بعد دیدم نه، بعد دست مسابقه قبلی شاکی بود. بعد برگشت من گفت آقا لعنت به این شغل ما، لعنت به این شغل ما که مجبوریم خاطرش حد زبون نفهم سوار ماشین کنیم. بعد اون وقت من تا چند دقیقه داشتم به کاربرد بلا نسبت فکر میکردم. بعد بهش گفتم آقا چرا از این تاکسی اینترنتی ها نمیری؟ گفت بابا 2 ماه توش بودم بیخیال شدم. گفتم چرا؟ درآمدش خوب نبود؟ گفت نه بابا، بعد به مسافر احترام میذاشتی، منم اصلا مسافر حساب نمیکنم. آقا گذشت، رفتیم یکم جلوتر، یه چهاره بعد یه خانم سوار شد. خانمه که سوار شد کولر رو روشن کرد. دیدید بعضی راننده تاکسی ها خانم که سوار میشه کولر رو روشن میکنن، خانم پیاده میشه کولر رو خاموش میکنه. داداش بذار روشن باشه، منم جای خواهره، منم آدم من دیگه. بعد کلا من جرئت ندارم از راننده درخواست کولر کنم، چون یه سری مسافر درخواست کولر کرد، بعد راننده کرایه بیشتر گرفت. بعد مسافر ما پایین گفت آقا خیلی بیشوری. راننده گفت شخصیت داشته باش.
زن بچه تو ماشین نشسته، تو گل 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 دوم من تیم پرسپولیس یه همچین آدمایی با شخصیتی داریم ما، یه همچین آدمایی با شخصیتی داریم با. بعد کلن هم خب من که بدی دارم اینه که آقا روم نمیشه وسط حرف راننده پیاده شم، به خاطر همین خیلی جام گذرم به صالح آباد و زور آباد و کهریزک خورده، فقط به خاطر اینکه رانندهش خاطره میگفت. در این حد که یه بار تو اتوبان بودم گفتم مستقیم یارو نگر داشت، آقا همین که سوار شدم یارو راننده تا منو دید شروع کرد در مورد دلایل ریزش مو در سنین جوانی صحبت کردن، هیچی دیگه تحلیلش تموم شد آقای دکتر، من پیاده شدم اومدم چند تا طالبی صحابه گرفتم رفتم اونور سوار اتوبوسای تهران شدم برگشتم. البته اتوبوس هم سختی خودشه داره، مثلا یک شینه که آقا همیشه خدا جا ندارم، بعد یه عده هم هستن که معتقدن همیشه که اگه آقایون برن جلو بقیه جا میشن، همیشه هم جا میشن، فکر کنم درست معتقدن چجوری آقا جوان. بعد من خودم تو ایسکا بودم گفتم آقا این ایسکا که برسیم دیگه هیچکی جا نمیشه، ولی باز جا میشدن چجوری آقای آیش. بعد دیدید تو شرایط وحشتناک فیس تو فیس هم که ارمو زده بالا یکی میاد بغلت وای میسه که بو همه چی میده. بعد شب قبلش هم سیر و پیاز خورده، بعد بحث سیاسی هم میکنه، آه هم از ته دل میکشه. داداش تو امیرکبیر نیستی که بخوان تو همون بکشنت، بابا یه دوش بگی قبل سوار شدن تو اتوبوس دیگه. البته لحظات مفرح هم داره. یه بار نشستم تو اتوبوس، بعد نفر بغل دستیم انقدر خوشگل سرش رو گذاشت و گوشونم خوابیده بود که میخواستم دستم بزنم صورتش بگم هیچ وقت تنهات نمیذارم دیوونه من. بعد کلن آقا صبح پولارا با باز شدن دریچه امید و نور و حرکت به سوی اهداف متعالی شروع میشه و صبح ما هم با باز شدن درهای مترو دویدن به سمت صندلی های خالی. آی بودو آی بودو بگه جا پیدا میشه. آقا من همیشه تو مترو سرپا بودم، یعنی هیچ موقع جا واسم گیر نمیمد. یه بار یک ساعت اینجوری وایسادم جلوی یه نفر که موقعی که پیاده بشه من بشینم سر جاش، موقعی که پیاده شد اشاره کرد به یکی دیگه تو بیا بشین. داداش مگه پادشاهی واسه خود جانشین انتخاب میکنی؟ بعد یه بارم بعد مدت ها واسم جا گیر اومد، آقا همین که نشستم یه هون اترو شد تانه سالمندان و بوم شدم چیکار کنم. بعد تو مترو هم دیدید همه چی میفروشن جدیدن، همه چی ها همه چی. یه بار یکی دست فروش ها اومد داشت لامپ میفروخت، گفت لامپ دارم، لامپ، لامپ پرنور، لامپ ضد ضربه. بعد همزمان سه تا زد به اون میله مترو، آقا زارد لامپشی کرد، آقا گذاشت تو کیفش یه بسته دیگه در آورد گفت لواشک دارم، لواشک تازه، لواشک خوشمزه. بعد قیمت گذاریشون منو کشته. یکشون داشت کیف میفروخت، گفتم داداش کیفا چنده؟ گفت آقا اینا رو دارم 6 تومن، اینا رو دارم 6 و نیم. گفتم فرقش چیه؟ گفت اینا 500 تومن گرونتره. بعد جده ها رو دیدی تو مترو متکبیان عزیز؟ یه خانوم هست تو مترو الان 2 ساله که بارداره، بعد ماه آخرش هم هست. بابا لعنتی برو، لعنتی برو فارغ شو دیگه، بچه گنده تون تو. بعد تو مترو هم حریم خصوصی نداریم، عمومیه، مثل هموم دستشویی عمومیه. یه سری وایساده بودم، بعد حافظه گوشم پر شده بود، بعد فیلم های عکسه که نمیخواستم داشتم پاک میکردم، آقا مردد بودم که این عکس رو پاک کنم پاک نکنم، یه بقل لسیم زد دوشونم گفتم جانم، گفت داداش پاک نکن حیفه. گفتم بابا میدونم بد افتادم میخوام پاک کنم، گفت ناموسم پاک نکن حیفه، اینو پاک نکن تو پوشه دربند بود یه عکس داشت بغل سنگین زیر وایساد اونو پاک کن. گفتم ناموسم، گفت گفتم باشه، گفتم نوکرتم چشم پاکش نکردم. بعد دیدی تو مترو نشستی نفر روبرویی میشینه زول میزنه بهت، اینجور موقع میباید چیکار کنی؟ آروم دستتون میبری سمت گوشتون بعد بگید مرکز مرکز مرکز، سوژه داره نگاه میکنه، دستور چیه؟ شلیک شلیک ناموسن شلیک. آقا خودش میپیشه میره، کردم که میگم آقا نتیجه گرفتم. آقا در آخرم آخرشم اینو بگم، چون مادرتون
تو انتخاب عطر به زنون مردونه بودنش دقت کنه. تو مترو نشسته بودم، یارو با نیمه سیبیل بوی نامزد قبلیمو میداد، همون که میگو با دست با من صحبت نکنه، همون که میگو با دست صحبت میگه من، همون هیچی دیگه. منم دلم واسهش تنگ شد، بعد نشستم تا موقعی که یارو پیاده بشه سرمو گذاشتم رو صندلی، بعد رو شونهش رفتم تو خاطرات خودم. تو همین حال، تو حال خودم بودم، یهو دیدم یه دست من رو صورتم، بعد گفت هیچ وقت تنهات نمیذارم دیوونه ی من. ناموسن دیگه، ناموسن دیگه. خسته نباشی رضا. این چه خوشگله. خیلی. آره این خیلی خوبه. میفروشم. این چه خوشگله. خیلی. منم بگم. نه. و آخه یاد دوره مدرسه من 28 28 نمیدونم 32 شیشه سایز تایرش. تایر. خب خانم بهرام. خسته نباشی. مرسی. کلن که طنز تو دوست دارم، اساساً جزو آدمای بانمکی. با خودت اینو داری، یعنی عنصر اصلی همراهت هست. فقط حسم این بود که یه خورده لحظاتی که داری تبدیلش میکنی به بازیگری یا لحظات نمایشی، یهو فاصله میگرفتم ازت، یکم دیسکانکت میشدم و اینا. فقط همین، یعنی به جز اون بقیهش کلی کیف کردم و کلی خندیدم و ممنونم. بله شما نمیگین؟ جناب آقای آیش. من البته میفهمم که شما میگید یه لحظاتی رابطتون قطع شد، اون خب به هر حال قابل تعامله، ولی اصولا من زیاد روی تعاریف وای نمیستم. یعنی فکر میکنم که هر چیزی رو، هر چی تعاریف رو ما بزرگتر معنا بکنیم و بزرگتر توضیحش بدیم، جای آزادی بیشتری برای ما هست. بچه ها خیلی وقتا از من میپرسن استنداپ کمدی یعنی چی؟ میگم که یعنی شما بیستید و اگرم لازم شد بشینید و کمدی ایجاد بکنید. حالا اگر یکم هم نمایشی باشه، خب مال بعضی ها ممکنه بخواد نمایشی باشه. به هر حال سلایق سلیقه ها خیلی متفاوته و اونا باید جا داشته باشن، نباید خودشون رو معطوف بکنن به سمت یک تعریفی از استنداپ کمدی، مگر اینکه خب یه ایرادی پیدا بشه، یعنی مثلا رابطه قطع بشه. اینا چیزی که رابطه من رو با تو قطع میکرد این بود که یکم، خیلی زیاد نه، تقریبا 85% مواقع با این ور سالن بودی. یه بار اسم منو آوردی یه ذره دلم راضی شد، وگرچه که دوست ندارم اسمم آورده بشه و دوستم ندارم کسی اسم یک شخصی رو بیاره، چون فکر میکنم باز رابطه تو با کسای دیگه از دست میدی وقتی که یک شخص خاصی رو شما خطاب قرار میدید. ولی این ورم باید نگاه میکردی، حالا دلیلشو نمیدونم چی بود. ممنونم جناب آقای آیش. جناب آقای رامبو. مخلصم، دمت گرم، خسته نباشی. به گفته همه تو بانمکی، منم کاملا تو صف وامیستم میگم تو بانمکی و خدا حفظت بکنه. این چیزیه که نمیشه خیلی ساختش، باید باشه با آدم. بله. یه چیزی که فکر میکنم که نتیجه این چیزی که تحلیل داره میشه راجب متصل بودن تمام وقت با تو یا نه، در من هم شاید یه ذره اتفاق افتاد. من یه جاهایی احساس میکردم که تو برای اجرای لحظاتی از ارائه اون چیزی که داری فرضش میکنی و داری برای ما
تصویرش میکنی و تخیل ما رو داری برمیانگیزی، تصورم این بود که انگار داری فشار میاری به خودت، انگار که با تمام لحظات نرم دیگه ای که داره برات اتفاق میفته و اینا، انگار یه جایی زورت مثلا بعد یه ذره بیشتر زور میزدی اون در بیاد. برای همین اونجا من معذب میشدم سر این که کسی که رو صحنه است داره بهش سخت میگذره. منظورم هم از تئاتریکال و نمایشی دقیقاً همین بود. یعنی آره انگار داشت بهت سخت میگذره، انگار داری یک تلاشی میکنی برای نمایش اون لحظه که خیلی نیازی داره. به هر حال اشکان چیزی که ثابت کرده اینه که حواسش هست، مراقبت درست میکنه، تیمشو باهوش و درست جلو میبره، ولی فکر میکنم که راجب تو شاید زمان بیشتری نیاز بود برای تمرین که به یک کیفیت بهتری کلش یک دست میشد. لحظاتی ما تو رو از دست میدادیم از توی بغل خودمون، همین. ولی در نهایت دمت گرم، تو جزء خوبای این مسابقه. ممنونم آقای جوان. جناب آقای اشکان جان ازت ممنونم. فکر میکنم اتفاقا اجرات یه کوچولو بهتر از تمرین آخرت بوده و اساس کار رضا بر مبنای شوخی های تک خطیه که همش هم اندفعه 99% مال خودشه، به جرئت میگم، یعنی مطلقا شوخی برداشته شده یا کپی شده از کسی نیست. و لازمه که برای ساختار پیدا کردن این مدلی که رضا اجرا میکنه حتما یک نخ تصویر باشه که انسجام بده به شوخیاش. بله. و طبیعتا به خاطر توانایی هایی که داره توی تقلید صدا به خصوص، این میتونست خیلی به من کمک بکنه برای اینکه بتونم یه ساختار یه دست براش بسازم. و اصولا فکر میکنم خنداننده شو کاری که کرده از پارسال تا الان اینه که استنداپ رو برای ایرانی‌ها بومی سازی کرده، یعنی ما داریم یک استنداپ کاملا ایرونیزه شده داریم می‌بینیم، حتی توی شوخی‌هایی که به قله‌های استنداپ جهان نزدیکه، یعنی اصلا استنداپ صرفه، یعنی یک آدمی میاد کدگذاری می‌کنه شوخی می‌سازه، کدگذاری می‌کنه شوخی می‌سازه. بر همین اساس چون بومی شده است، من فکر می‌کنم اتفاقا، یعنی من علاقه شخصی من اینه که استفاده بکنم از این توانایی‌ها و اتفاقا کمی توی جذاب‌تر کردنش برای مردم ازش کمک بگیرم توی این. حالا یه وقت میتونه این توانایی در آواز خوندن باشه، یه وقت میتونه توی تقلید صدا باشه، یه وقت میتونه توی تقلید چهره باشه، یعنی میمیک خاصی طرف میتونه بسازه. و خب رضا اینا رو داره، چرا ازش استفاده نکنه؟ بله. دلیلش اینه، یعنی یه کرمی به آدم میندازه که اینو حتما استفادهش کنه. دلیلش اینه. ازت ممنونم. تو خواسته های منو به هر حال اجرا کردی مو به مو. اگر ایرادی هست در منه و سعی میکنم که برطرفش کنم. اصلا تو خجالت میکشید این وره نگاه نمیکرد؟ شاید. شاید استرس میگرفت من نگاه میکرد. دوستان بودن. انحراف به راست داری؟ نه دوستان بودن. من هر موقع نگاهشون میکنم از من خنده دار دارن. خب نگاهشون میکنم خنده میگیره. به خاطر همین. و فشاری که گفتی، رضا الان دو هفته ای هست که داره فقط با چوب پنبه تمرین میکنه. من الان برای اینکه یعنی چی کار میکنن؟ بذار تو دهنت توضیح بده. و برای همین واقعا هم رشد کرده. بله کاملا مشهوده. برای همین باز ازش خواستم فشار بیشتری روی فکش بیاره و این احتمالاً فشار منتقل شده به کل بدنش و تبدیل شده به یه جای زیادتر. ولی واقعاً دفعه اول اگر یادت باشه رضا جان، من گفتم که لزومی نداره یک هنرمند صداش رو عوض بکنه. آدم هر صدایی که داره میتونه یه شخصیتی داشته باشه، فقط شنیده بشه. چون من اون بار اول نمیشنیدم خیلی وقتا، این بار برای من همش شنیدنی بود و توی لحظاتی که داشتی انجام میدادی فکر کردم که چقدر رشد کرده. آفرین بهت. خسته نباشی رضا. چقدر رامبد امروز تصویرای بچه ها هم خیلی چیزه، میدونی، خیلی شیک و خیلی مجلسی. آره خیلی انتخاباتی طوره. رضا نظری، اگر رأی شما رضا نظری است، میتونید از طریق اپلیکیشن روبیکا و از طریق وبسایت برنامه، یعنی www.khandewane.ir بهش رأی بدید. با دوچرخه میری؟ برم با دوچرخه. آره خیلی خوشگله. سوار شم دیگه از اینا تولیدم نمیشه. چیکار کنم؟ آره سوار شو، بوق بزن. برو خوش بگذره. رضا رفت. خب
وقت شما بخیر خانم ها آقایان. اینجا خندوانه است و نفر سومی که در شب سوم از مرحله دوم خنداننده شو 97 روی صحنه میاد از گروه جناب آقای فرهاد آیش، علی صبوری. از 96 درصد از مردم عزیز کشور 20 فصل سریال با هم بازی میکنن. من هنوز دارم بهش فکر میکنم. ناموسم. بعد کلنم هم بعد کلنم خب همیشه خدا جا ندارم، همیشه هم جا میشن. چه جوری آقای آیش؟ آهم از تای دل میکشه به سمت سندردی های خالی. داداش مگه پادشاهی واسه خود جانشین انتخاب میکنی؟ بعد یه بارم بعد مدت ها واسم جا گیر اومد داشت لامپ بفروخت، گفت اینا 500 تومن گرون تره عمومیه. بعد دیدی تو مترو نشستی دول میزنه بره آه خودش میبشه میره یارو با نیمت دیگه هیچی دیگه. رضا سختره این مرحله؟ آره خیلی سخت بود، ولی خدا رو شکر که تونستم. خدا رو شکر تونستم. خدا رو شکر تونستی چی؟ لبخند رو لبای تماشاگرها بنشونم، ولی از یه جهت خوشحالم که ارزشش رو داشت، چون من به خاطر این کار از کاری که داشتم اخراج شدم. بعد دیگه چی کام کردی که اخراج شدی؟ من بیکار بودم. نه توی شرکتی بودم. توی شرکتی بودم بعد دیگه اخراج کردن دیگه باز نمی کنم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. آره. اینجا هم که داری به نتیجه نمیرسی دیگه. آره دیگه کلا باید برم. آره مترو دستی میشه. دشوری؟ دشوری. دست نباشه. خیلی خسته. یه ماچ دیگه هم بکن. عالی. پچل دوست داشتنی من. چی گفت چی گفت چی گفت؟ گفت نمیگم کنزایی سه قبل نو کردم. به هر حال ما اینجوری فرض میکنیم که داریم وارد یه مرحله جدید میشیم، چون الان من چیزی رو که دیشب از تو شنیدم و دیدم مطمئنم که خوبی. هر دفعه هم که برنده میشید، اگر برنده میشید و یه مرحله دیگه میرید جشن نگیرید، خوشحالی نکنید براش زیاد، فقط بفهمید که آره حالا مرحله سختری داره شروع میشه. خوشحالیتون رو صحنه انجام بدید، حال بکنید. امشب شب توی همش داریم راجع به این دو نفر صحبت می‌کنیم. آه باری کلا بیا ببینم. من خاله کوکلا آخش قربونش دیگه اینه دیگه. خب آقای آیش دوباره روز از نو. علی صبوری ازش چطوره؟ علی صبوری من خیالم معمولا از بابت اون بیشتر راحته، مدیریت میتونه بکنه، مقوله های مختلف کارش رو. بین شوخی ها همیشه مکس هست، یه نقطه هست. علی توی این خیلی ضعیف بود در ابتدا، ولی دفعه پیش که رفت روی صحنه من دیدم واقعا استادانه این لحظات رو مدیریت کرد و من خیلی راضی. خیلی عملی. شما اجراشو دیدین؟ بله. خندیدین؟ ایشالله. ولی انقدر مطمئن که دیگه نیاز به جوشونده و چایی اینا هم نیست دیگه. نه جوشوندن برای یه چای گنگور شده. خب پس بریم. خیلی ممنون از اینکه فاصلتون رو با من حفظ کردید. آره. موافقیم به یاد قدیمای زره بیام. قدیمای یه زره بریم جلو. یادش بخیر واقعا. قربون شما. خدا حافظ. خدا حافظ شما.
آقای صبوری این شما و این هم مسیر موفقیت. خدا حفظت و سوزو. تو بی‌نظیری، منم لذت می‌برم. من چپ دارم، دوستان نکنید. من برام داری ممنون. فردا تو شما. بیا انسان تو. بله چشم. قربان خدا و علی صبوری در دومین اجرا خیلی چاکنی قربونت. ببینیم چه گذشت بر تو در این یک هفته ده روز. آن چه گذشت خوب گذشت. خانواده چی گفتن؟ ندیدنشون. دوستات چی گفتن؟ اونها رو هم ندیدم. مردم تو خیابون؟ خیابون نرفتم. تو انباری بودی؟ کجا بودی تو؟ تو اتاق همینجور در بسته بودی؟ در بسته بودم. بر تو صفحات مجازی چی گفتن؟ خیلی خوب گفتن. خیلی بد گفتن. برای امشب چه آماده کردی؟ برای امشب یه متن آماده کردم. خب راجب چی بگو؟ پراکنده است دیگه. یه چیزیشو بگو. نمیتونم بگم. یه کوچولوشو بگو. به کجا ربط داره؟ به چی؟ به هیچ ربط نداره. قصه های خودت و باباته. آره. همچنان هم ادامه داره. آره. بفرمایید ببینیم چیکار میکنیم. برای اینکه موفق باشی خودت باش. برنده شدن زیاد توی مثلا مهم نیست. نه جدی دارم. بالا بود، بالا بود، خیلی بالا بود. زیاد بودم. اوکی. اومدم که اینجا بخندم. آره بخندم. در حد خودم شلا بخندم. میخندم. به برو لذت ببر. خدا فرده شما بشم. آفرین. آخرین توصیه رو بکن گرسی. من خیلی استرس دارم. ضربان قلبم ببین. تبم دارم. تبم کلیم هم درد میکنم. آخ خیلی لذت بخش بود. بازم بزنیم هم. چکر دیدین شبا که خوابین باباتون میاد روتون پتو میکشه؟ من شبا که خوابم بابام میاد پتو رو از روم میکشه. این سری رفتارها در بابای من دوتا علت داره. یک علتشو که قبلا گفتم، فکر میکنه من موقعی که به دنیا اومدم عوض شدم، یعنی منو دادم به اونا، اون منو دادم به اینا. علت دومش محبتهای بیدریق مامانم به منه. یعنی ما سه نفری که سر سفره میشینیم داریم غذا میخوریم، بابای من تا قاشق پنجم غذا میخوره، از قاشق پنج به بعد هوا میخوره. مامانم من بشقاب غذاشو میکشه جلو من، میگه مال بابات هم تو بخور، به اندازه کافی رشد کرده، بابات غذا نمیخواد. که بابام میگه منم غذا میخوام، بعد مامانم عصبانی میشه میگه به بچه حسادت میکنی، اصلا پاشو برو، پاشو برو. که بابام میگه پاشم برم بیرون، میگه نه پاشو برو از تو یخچال نوشابه بیا که از گلوش راحت تر بره پایین. یه روز بابام با هم خوب شد، گفت بریم استخ. من شنا بلد نیستم. رفتیم کنار استخ وایسادیم. گفت ببین تا تو میپری تو آب من برم یه چیز بخرم بیام. گفتم که باشه، فقط من اون ور میپرم چون این ور عمیقه. گفت نه ببین این ور غیر عمیقه، اون ور عمیقه. گفتم نه ببین اونجا شلوغه یعنی اونجا غیر عمیقه، اینجا خلوته یعنی اینجا عمیقه. گفتش که نه. رفت دستشو کرد تو آب، گفت ببین چقدر آب سرده، اینجا غیر عمیقه. گفتم چه ربطی داره، اونجا بچه 6 ساله کلش از آب بیرونه یعنی اونجا غیر عمیقه. گفت اون بچه رشدش زیاده. گفتم اینجا تابلو زده عمیقه. گفت همینه میگم پسر من نیستی دیگه، بهم اعتماد نداری. اینو که گفت بهم برخورد، پریدم تو آب، یوهی زیر پام خالی شد. همینطور که داشتم دست و پا میزدم دیدم بابام نجات غریقو گرفته. حواسش به نجات غریق این وریه نبود. این وریه تو اومد نجاتم بده، بابام اومد جلو که تبیین کنه. گفت پسرم خوبی، ببخشید و خواستم باهات شوخی کنم، به مامانت نگی. اومدم بیرون کنارش وایسادم. گفتش که میدونی توفه سربالا چیه؟ گفتم که آره. گفت رو کی میفته؟ گفتم رو خود آدم. سرشو برد بالا، توف کرد، افتاد رو من. گفت حالا رو کی میفته؟ گفتم رو بغل دستید. گفت آره. گفتم میخواستی نصیحتم کنی؟ گفت نه میخواستم رو توف کنم. برو که اومدم برم، گفت بیا
برگشتم یک دونه خیار از تو جیبش در آورد، گفت ببین سیبو که میندازی بالا تا موقعی که میاد پایین 1000 تا چرخ میخوره. گفتم آره ولی اون خیاره. گفت اینو آوردم بخورم، ربطی به مثال نداشت. بعد گفت ببین من فشار رومه، فشار اقتصادی رومه، من در جواب نیازهای شما نمیتونم برم توچال تلکابین سوارشم، باید جواب بدم. گفت ببین سن که رسید به 50 فشار میاد به آدم، میفهمی؟ مامانت روز دوبار منو میزنه، منو خاک میکنه. گفتم دیگه داری اغراق میکنی، مامان چجوری تو رو میزنه؟ گفت احمق مامانت کشتیگیره. گفتم اه جدی میگی؟ گفت گوشاشو ندیدی شکسته؟ گفتم نه. گفت سه تا مقام آسیایی داره. گفتم پس حسن یزدانی؟ گفت مامان تو مامانه، من باباتم، منم که بابات نیستم، من بابای اونم، اونم مامان اونه که کشتی گیره، تو خودت هم خودت نیستی، این کشتی زنان، این کشتی مردانه، حسن یزدانی کشتی مردانه، مامان تو کشتی زنانه، فهمیدی؟ اینو که گفت یهوی بغض کرد، بغض تو گلوش زیاد و زیادتر شد، بزرگ و بزرگتر شد، یک آخ از ته دلش گفت. بعد دقت کردم میگم آخ نیست، اخ باز توف کرد. گفتم که توف سربالا؟ گفت نه توف مستقیم. کورای برگشت به خونه بودیم که گفت وایسا. گفتم باز میخوای توف کنی؟ گفت نه این سری استثنا، میخوام نصیحتت کنم. گفت ببین آدم آتیش بپا کنه دودش تو چشه کی میره؟ گفتم خود آدم. سری رفت هیزم جمع کرد اومد یه آتیش بپا کرد، کله منو گرد تو آتیش. گفت تو چشه کی میره؟ گفتم من. گفت آره هر کی هر کجا هر چی آتیش بپا کنه دودش تو چشه تو میره، فهمیدی؟ گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت بذار برو من با مامانت میخوام برم ماه عسل. گفتم بعد 30 سال زندگی تازه میخوای بریم ماه عسل؟ گفت احمق اون ماه عسل نه، ماه عسل علی خانی، میخوام بریم آبرو تو ببریم. بریم بگیم پسر واقعیمون برگرده. گفتم آقا کجا برم؟ گفتش که من برات کار جور میکنم، مستقل شو. گفتم کجا؟ گفت اون برا. گفتم خارج؟ گفت نه کیش. بعد گفتم کار چی؟ گفت یه کار اوکازیون جور کردم، میری اونجا میگی کی منو فرستاده؟ گفتم بابام. گفت نه اونا هم میدونن تو پسر من نیستی، میگی که آقای صبوری منو فرستاده. میری اونجا خلاصه زندگی خودتو تشکیل میدی دیگه. گفتم که باشه، فقط قول میدم بهت ماهی یک بار برگردم که دلتنگم نشین. یهو دیدم بغض کرد، کله منو گرفت تو آغوشش، سرمو اینطوری نوازش کرد، گفت میشه نیای. خلاصه من از هواپیما میترسم، اما از زمانی که مهماندارا رو دیدم کلا ترسم ریخته. یعنی الان سعی میکنم، میخوام برم سر کوچم ماست بگیرم با هواپیما برم، خیلی خوش میگذره. رسیدم اونجا زنگ زدم به اونی که با من معرفی کرده بود، گفتم سلام خوبین؟ گفتش که بفهمید. گفتم که من جلوی برجم. گفت 30 طبقه؟ گفتم آره. گفت بلنده نه؟ گفتم خیلی. گفت بزرگه؟ گفتم آره. بیام داخل؟ گفت نه یه دکه ساندویچی کنارش هست، بیا اونجا. رفتم دیدم دکه ساندویچی اینه، یک تابوته که چسبیده به دیوار، یک نفر از سردری زده بود فست فودی. نزدیک شدم دیدم یارو داره هات داگ سرخ می‌کنه، نصف هات داگ از مغازه زده بیرون آقا. گفتم که سلام منو بابام فرستاده. گفت بابات نه آقای صبوری. گفتش که ببین اینجا دو تا شغل بیشتر ندارم، یا باید آشپز باشی یا مدیر. آشپز که منم، تو باید مدیر باشی. گفتم آخ جون مدیر خیلی خوبه. کارم چیه؟ گفت تو مدیر تبلیغاتی. یک عروسک میکی موس در آورد، گفت باید بری داخل این، اگه بتونی بندری رو با ظرافت در بیاری برج 1200 حقوقته. گفتم من با پارتی، پدرم بهم گفته پاشو بیا اینجا تو هواپیمایی که احتمال سقوطشه، پاشدم اومدم اینجا واسه کار، بعد تو میگی برو داخل میکی موس؟ گفت مشکلی داری؟ گفتم بله که مشکل دارم، من دوست دارم برم تو پلنگ صورتی. که پلنگ صورتی در آورد، گفت برو داخلی. منتها بعد از شغل معدن دومی شغل سخت همین بود، بچه ها میومدن هی دومم رو میکشیدم، بعد من بزرگترین خط قرمز زندگیم دومم. گفتم شغلم رو عوض کنم، رفتم تو یه شغل دیگه، دوباره جلوی یک برج قرار داشتم، زنگ زدم گفتش که سلام خوبیم؟ گفتم که مرسی. این دفعه اون گفت سلام خوبیم، خیلی عجیب بود. گفتش که برج رو میبینی؟ گفتم آره. گفت بلنده؟ گفتم خیلی. گفت بزرگه؟ گفتم خیلی. بیام دکه ساندویچی؟ گفت نه بیا داخل برج. تعجب کردم، خوشحال شدم. رفتم داخل برج طبقه 30، گفتم که اتاق من کجاست؟ گفت همه اتاقا. گفتم یعنی چی؟ گفت همه طبقه ها. نمارم باید بشوری.
یک اسفنج در آورد گفت ببین اینو بگیر قشنگ بشو. بعد اسفنج من مایتابه رو باش میشستم کم میومد. گفتم به نظرتون یکم بزرگ نیست؟ گفت چرا؟ گرفت نصف کرد گفت با نصفش بشور نصف دیگرش رو بذار واسه سری بعد. خلاصه من خیلی به برخود برگشتم دوباره شهرمون مشهد. رفتم زنگ خونه رو زدم یکی دیگه برداشت. گفتم بابام هست؟ گفت بابات نه آقای صبوری. گفتم شما از کجا میدونی؟ گفت امروز ماه عسل پخش کرد پسر واقعیشون رو پیدا کرد من رفتم باش از اینجا. بعد زنگ زدم به بابام دیدم بلاکم کرده. یک نامه جلوی در بود. نامه رو برداشتم شروع کردم به خوندن. نوشته بود که سلام پسرم. این اولش رو مزاح کردم تو پسر من نیست. بچه که بودی بردمت پارک بهم گفتی که اون چیه؟ گفتم که کلاغه. این سوال رو 400 بار از من پرسیدی و من هر بار با صبر و حوصله بیشتر بهت میگفتم که اون کلاغه. خواستم بهت بگم که اون کلاغ نیست گربه است. بعد گفتش که ببین هر موقع دلت واسه من تنگ شد کافیه به آسمون نگاه کنی. نگاه کردم دیدم یه آب پاچی تو صورت هم بارونه. توف سربالاست. گفت احمق اینجا رو بخون. نوشته بود که نه این توف از راه دوره واسه آدم های دور افتاده از هم. میدونم که تایم استنداپت داره تموم میشه. مواظب خودت باش. بوس توف بای. خیلی عالی. خسته نباشی. چاکری. صبوری. اشکان تو بگو. خسته نباشی علی جونم. واقعا به نظر من از مرحله اولت من شوخی تو بیشتر دوست دارم ولی خیلی دارم تعجب میکنم که توی استودیومون تماشاچیامون دقیقاً هر وقت که شوخی‌ها ساختار پیدا میکنه گیج میشن و هر وقت میریم به سمت شوخی‌های تک خطی سری شل میکنن و میخندن. این یعنی اینکه ما هنوز کار داریم واسه اینکه دو بخوایم درست جا بندازیم همه چیو. یعنی وظیفه ما چیش خندیده یاد توف افتاده اون کجاشو دوست داشتی اون شل اتوماته. و اینکه یه کوچولو به نظرم کم رمق‌تر از دفعه پیش شروع کردی اما سریع خودت پیدا کردی. انگار که هرچی ما داریم میریم جلوتر میزان اضطراب بچه‌ها و حتی خودمون داره بیشتر میشه و این داره کم کم روی اجراها تاثیر میذاره. این خوب نیست به نظرم. ماها و خودتون باید مراقبت بیشتری بکنیم. ولی اجرا طبق معمول درجه یک خنده دار و بالا. مرسی. خیلی آره این صحبت بود پیش از آغاز ضبطمون که مربیان میگفتن که ما انقدر خودمون غرق در استرسیم وقتی یارمون به خصوص میاد روی صحنه بیشتر استرس داریم تا اینکه لذت ببریم ازش. جناب آقای جوان خسته نباشین. دمتون گرم. دمت گرم علی. اولین چیزی که داره اینه که بی برو برگرد با مزه است. بی برو برگرد. و یک جمله ای رو از یک کارگردان خیلی معتبر این مملکت راجبه تو شنیدم که به قول معروف جمع جور شدش اینه که تو خیلی آینده خوبی میتونی داشته باشی اگه خیلی جدی بگیری. نمیخوای بگی کی؟ خیلی زخ کنه؟ نه بعد اصلا یه مثالی هم زد که اون حیرت انگیز بود. خب بگو زخ کنه کیف کنه دیگه. آقای بهروز افخمی گفت و گفت میتونه جای رضا عطاران رو بگیره. منتها کاملا اصلا حتی بعضی وقتا میمیکش اصلا آدم رو به رضا میندازه کامل. اونتا تاکیدشون این بود که خب خیلی باید جدی بگیره چون واقعا مسیر سخت پرفراز و نشیبیه. حالا تمام اینه به کنار. یه ویژگی که علی داره واقعا طراحیش و متنش و شوخیاش و چیدمانش و ساختار شوخیاشه که به نظرم فوق‌العاده است. یه جایی نبوغ‌آمیز میشه.
یه جاهایی به نظرم واقعا یه شوخی هایی با ما میکنی، یعنی ما رو میندازی توی یک لابیرنت، توی یک کره‌ای که هر طرف بخوای میچرخونیمون، ما هم باید نیاییم، بعد جا میخوریم، تعجب میکنیم، خوشحال میشیم، بار سوار رولر کاسترمون انگار میکنی. و این خیلی باحاله، خیلی باحاله، خیلی غم انگیزه این رابطه پدر و پسری که این تجربه کرده، خیلی غم انگیزه، خیلی واقعا غم انگیزه، یعنی آدم قصه دار میشه اینا رو میشنوه. پدرش خیلی دوستش داره. بله قطعا، منتها وقتی که آدم داره یه چیزی رو، روایتی رو داره میشنوه، این روایت انقدر توش تراژدی و غم وجود داره که خودش آدم وادار میکنه آدم بخنده، یعنی برای اینکه بتونی تحملش بکنی. دمت گرم. خانواده شما که اینجا نیستن؟ من پس... برادرم سر رو برادرم هست. برادرت خانوادت میشه؟ بله دیگه. بله دیگه. به افتخار باباش قبول داره این نداره. به افتخار برادرش. خوش اومدی. خواهش می‌کنم. سرکار خانم بهرام، واقعا چیز خاصی ندارم بگم. متشکرم. به منم این جنون زدگی علی رو دوست دارم. یه جنونی داره که دیدید به میخندن چیزا دیونا، این خندهه و این کل بافتی که داره توی طنزش یه درصدی از دیوانگی داره که دوست داشتنیش میکنه دیگه. دست درد نکنه. همه ازت تعریف کردم. من طبق روال گذشته به دوربین اول بگم، من به همین دلیل که همیشه گفتم باز میگم و باز خواهم گفت که رقابت رو توی هنر نمیفهمم، چون توی هنر فقط روش کردن هست. یکی از دلایلی که من به من اعتراض میکردن چرا به بچهای خودت ایراد میگیری و بچهای دیگر رو تعریف میکنی، حالا دارم روز به روز بیشتر میفهمم، برای اینکه ما باید رشد بکنیم. من الان دلم میخواد صادق باشم حتما جلوی دوربین با پسرم که براش، که برای من رشدش، برنده شدنش درست مثل رشد و برنده شدن من هست. و شبها، دیشب من واقعا ساعت 4 صبح از خواب بیدار شدم و نگران دیالوگهاش بودم، یعنی واقعا من عاشقانه دوستش دارم. ولی اجازه بدید من بتونم انتقاد بکنم. چرا که نه؟ از نه شما رو میدونم که نه مردم همه رو دارم میگم. شما ببینید میگید که رضا عطاران و این میتونه رضا عطاران بعدی باشه، کاملا درسته، ولی خیلی راه داره. برای اینکه من همش چیزی رو که بیشتر از هر چیز من با علی کار میکنم، چون من علی رو مطمئنم که موفقه توی این برنامه، حالا به نوعی، حالا اول دوم سوم، موفقه، داره موفقیتش رو روز به روز نشون میده. چیزی که باید الان رشد بکنه اینه که ماها استراتژیک، یعنی طولانی مدت چجوری به شغلمون و به هنرمون نگاه میکنیم، و این چیزیه که چالش هر روز من با علیه. من دائم علی یکی از نازنین ترین افرادیه که من باهاش ارتباط برقرار کردم، ولی دائم ازش میخوام که انسان بهتری باشه، غرور کمتری داشته باشه، و این بالانس بین زندگی شخصی و زندگی هنریش رو، این بالانس رو مثل یک بند باز روی بند دفعه پیش مثال زدم انجام بده. من واقعا احساس غرور میکنم که علی خیلی رشد کرد. مائده همسر من اولین اجراهای علی رو تو خونه دیده بود، میگفت این خیلی بچه بانمکیه، ولی چجوری میتونی برسونی که به خودش برسه، یعنی صادق باشه. و واقعا علی به صداقتی رسیدی که من واقعا متعجبم. این همون نبوغیه که تو میگی. ولی علی هرچی بیشتر جلو بریم مثل یه هرمه، وظیفه هامون بیشتر میشه، گنده تر میشه و کار سختتر میشه و چالش ها بیشتر میشه، و به همین اندازه ماها کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشیم و باید بفهمیم چقدر کوچیک هستیم تا توی این عظمت کهکشان بتونیم بدرخشیم. تو جمله قشنگیه، چه مثال خوبی، ممنونم، متشکرم آقای آیش. خب
آقای علی صبوری اگر رأی شما هست از طریق اپلیکیشن روبیکا و همچنین وبسایت برنامه www.khandewane.ir میتونید بهشون رأی بدید. بوس فرستاده به افتخار علی صبوری. خود من خیلی خیلی برام جالبه که ببینم ناصر محبی از گروه خانم بهرام چه خواهد کرد روی صحنه. به افتخاره شیره. این سری رفت که ما دوتا علت داریم غذا میخوریم. بابای من تا قاشق پنجم غذا میخوره، هوا میخوره، پاشو برو که از گلوش راحت تر بره پایین. من برم یه چیزی بخرم بیم. گفتم نه. ببین گفتش که نه بهم اعتماد نده. ببخشید و ما اصل علی خانی میخوان بریم آبرو تو ببریم. میگی که آقای صبوری منو فرستاد. گفتم من شغلم عوض کنم، نمارم باید بشوری. گفتم به نظرتون یکم بزرگ نیست؟ بعد زنگ زدم به بابام دیدم بلاکم کرده. نوشته بود که بهم گفتی که اون چیه؟ اون کلاغ نیست، گربه است. اون کلاغ بود. علی جان سلام. سلام چطور بود؟ خوب بود دیگه. خوب بود دیگه یعنی راضی همه چی؟ راضی هم دیگه، همین بود دیگه. هیچ نکته ای نداری؟ نه. چیزی جانمون؟ نه. نسبت به اجرای قبلت خنده رو گرفتم دیگه، سعی کردم که الان خنده‌ای که قرار بود تو سبکم باشه تو یک نقطه ازش استفاده کنم دیگه، مردم راضی باشن، بتونم تمام سلایق رو دربر بگیرم، همه با هم بخندم. این دفعه نخندیدی؟ یک جا خندیدم، دقت نکردی شما؟ نه همون یه جا، منظورم که مثل این دفعه پیش نخندیدی. آره کم خندیدم، میگم کم بخند همیشه بخند. جا شاکم بدت بشم بارکم. خیلی از اجرای اولت یکم چیزتر بود ولی من بیشتر خوشحالم چون داری میری که بکنی. میریم که بکنی. آره خیلی دوستتون دارم. قربونت برم. فردا شما باشه باشه. میریم توی فضای دیگه. نه؟ نه. سلام. اون ور تو استودیو چیه؟ این پشت چیه؟ کدوم باور کنیم؟ این پشت اینه؟ اون ور جلوم اونه. اون جلوم هر بخش جای خودش هم کار کرده خودشو داره. خیلی هم عالی. اونجوری ماچ کنید. آشتی کرده. آشتی بی خیال. اصلا بی خیال، من اصلا کلن بی خیالم. یعنی اون بی خیال بلا فاصله به چسبه به این بی خیال. چی شده خانوم؟ چیزی نشده، خواستم متفاوت باشم. آره خیلی مالی. بفرمایید که ناصر دیگه فکر کنم فارس فارس شد دیگه این همه مونده. نه برعکس، من دارم ترک میشه. اون از جاش تکون نخورد. نه خوب همه چی. یه ویژگی خوبی که ناصر داره اینه که اساسا یک رهایی ذاتی داره و استرس خیلی کم برش غلبه میکنه. اصاره استنداب همینه، یعنی یک نفر استاده و با شیرینی خودش مردم رو میخندینه. امیدوارم شیرینیش نمکش بگیرتتون. اوه امیدواری. ببینیم چی کار میکنیم خانم. میدرخشیم انشالله. متشکرم. بفرم برو همون مثل تمرین رو بکره کنیم. ببین آخرین امیده چون دو نفره ایمایی ناصر ساکرم. بگو ببینیم که رفتی اردبیل یا نه؟ صبح رسیدم اردبیل، بعد شبش دوباره سوار اتوبوس شدم رفتم تهران، اومدم تهران. نرفتی بین مردم بگی آقا چطور بودم، خوب بودم، رأی دادی؟ بین مردم رفتم و استقبال خوبی بود، خداش تو سم داشتن همه،
اومدن. نگفتن چرا اینو گفتی چرا اون نگفتی؟ نه فقط گفتن عالی بوده، خوشش اومد. عالی. برای امشب چی آماده کردین؟ یه متن خوبیه ولی بیشتر به اجرای خودم بستگی داره تا متن. یه اجرای خیلی خیلی قوی داشته باشم. موفق باشین. دعوت میکنم که به شهر ما سرزمین چشمه‌های بهشتی سرعینم تشریف بیارن. یه هوای خنک همیشه در درجه 15 قرار داره. یه سرشیر و اصل مهمون من یا شاسنا آذربایجان ساکر اصلا میشون طرف بذار تمرکز ساکر گروه ساکر آره دیگه اگه بد سپلدار بود اینطور میکرد سری قط میکردیم. سلام. آقا این چیه؟ این کارت ملی منه، تحت تعقیب نیست. اینجا چی نوشته؟ نام ناصر، نام خانوادگی محبی، تاریخ تولید 1374 دهسی، به قول شما 30 ده 1374. پس من چند سالمه؟ 22. آفرین. پس چرا الکی واسم شایعه میسازید میگید من 50 سالمه 55 سالمه؟ من خود بابام 44 سالشه. یعنی من بابای بابامم من تو مغز گنجایش میکنه داشته. نگاه به این سیبیلام نکنید، اینا شیریه میریزه بعدم. بی خیال برو. سیبیل شیری نشیده بودم. آقا این بیخیال خیلی مهمه. من نمیدونم یا اینقدر بیخیالم که بیپول شدم یا اینقدر بیپولم که بیخیال شدم. نمیدونم این دوتا اینقدر به ستون روانی من فشار آوردن. شاکرم. نمیدونم اینقدر این دوتا به ستون روانی من فشار آوردن که مجبور شدم بزنم تو کار به به گفتن. یعنی کلن خدا ما بدبخت بیچاره ها رو آفریده فقط به پولدارا به به بگیم. بگیم به به چه ماشینی، به به چه ویلایی، به به چه خانواده‌ای. منحرفا. آقا یعنی آقا کلن محیط زندگی پولدارا به به گفتن داره. پولدار 11 صبح میاد کوچه با آقا بنیامین سلام میده. آقا بنیامینم با روی خندان سلام خوبی؟ آقا بنیامین یه جوری جواب سلام میده آدم دهنش آب میفته. اون وقت ما 6 صبح میایم تو کوچه، آقا غلام میخوره به تورمون. میگه ما آقا غلام سلام. آقا غلام هم میگه او. آب زهرمار او، درد او. جواب سلام نمیدی حداقل با اون قیافت ما رو شرمنده زندگیمون نکن دیگه. شغل زن بپشی. فارسیش بله؟ فارسیش چیه این؟ چی؟ همین شاخوزون پپیشی که گفتی. فارسی نره. آقا یعنی ما که روزانه 4-5 ساعت صف پمپ گازیم، پولدار داره به سرعت میره به سمت دریا کنار که هنوز قشنگ انشالله مبارکش باد. یه جوری هم شاد لامسته به انگار داره میره عروسی. اون وقت کسی قیافه ما بدبخت بیچاره ها رو تو ماشین ببینه فکر میکنه داریم از مجلس خط برمیگردیم. خدا رحمت کنه. بعد تو این جرم و خورما رو هم خوردیم معدمون گشگرماخ کرده. فارسیش چیه؟ گشگرماخ. فارسی نره. نداره. آقا نمیدونم هم چرا برعکس کار میکنه. عوض این که ما شاد باشیم پولدارا غمگین، پولدارا شادن ما غمگین. میدونین چرا باید پولدارا غمگین باشن؟ ببین آقا ما تو با پایین شهر دو تا هندونه میخریم 10,000 تومن، پولدار تو بالا شهر یه دونه خیار میخره 11,000 تومن. من نمیدونم این خیاره پوستش چرمه، تهش تلخ نیست، یا شاید خیاره موز ما. خیاره چیه؟ موزه، توش موزه. بعد
من به یه دونه خیار 11,000 تومن پول بدم 11 شب اون خیاره میاد خوابم. بعد اینا چجوری با استخارم میگن عزیزم خیارش مارچ داره ها، اصلا اینا چجوری روشون میشه به همدیگه بگن اشکم عزیزم. من یه بار بابام به مامانم گفت عزیزم، مامانم گفت امشب میخوام خندوانه ببینم، از اخبار خبری نیست. یعنی اون شب نذاشت بابام اخبار ببینه. آره الان نمیدونم بابام کجا دختر فرار شده. الان یه چیزایی هست که تو این مخ من نمیره. آقا این پولدارا چجوری آخر هفته هر روز پول پارتی میگیرن، پولا رو میریزن تو پارتی. ما یه بار فامیلامون و شام خونمون دعوت کردیم، لامصب و نشستن انقدر خوردن، بابام پا شد رفت تو اتاقش گفت با همتون قهرم بای فوره. هر کاری کردیم بیرون نیمد. آقا بابام راست میگه دیگه، پولدار یه شب کار میکنه 30 شب میخوره، ما 30 شب کار میکنیم اون یه شب هم نمیتونیم بخوریم. بعد آقا یعنی اگه بابای من افسردگی بگیره تقصیر این پولدار هست، حتی اون صفری هم که تو مدرسه میگرفتیم تقصیر این بحث پولدارا بود. چه خبرتون مترسانی زرتی یه دونه 20 میگرفتیم؟ من یه بار تو مدرسه یه دونه 18 گرفتم، اونم معلم دوباره بهم شک کرد صفر داد، گفت به قیافت نمیخوره. آقا راستم میگفتا، یه بار یه غریبه منو خیابون دید زد روشونم، گفتم بله این زایی. گفت ناصر چرا دیپلم نگرفتی؟ گفتم اولا ناصر نه آقای ناصر، بعد من دیپلمم از کجا معلومه؟ گفت برو بابا به قیافت نمیخوره. ای آقا چه بهم گفتی برو بابا، خودت برو بابا. آره خودت برو بابا. آقا یعنی این قیافه من شده ابزار ترس و دلهورت فامیل، بچه شلوغ میکنه به بچه میگن به مناصر میگیم بیادا. بابا مناصر مگه کلبه وحشته؟ مناصر مگه زنجیره؟ مناصر مگه خوابگاه دخترانه؟ من ترس دارم، ترس دارم آقا. این چه بسم الله آدم انقدرش چیزی کیانه است. چرا آقا زفرین بده تو نمیاره بده؟ داداشه من اون زمان پول گرفتی دلار بود 3500 تومن، الان میدونی اصلا به تو چه رفتی داره دلار چقدر شده؟ تو پوله بدا بیار کارت به کارت کن. از چی؟ این زفر رو این گلامو بگیرم من میدونم چی کارش کنم. یعنی ما کل زندگیمون داریم واسه این اون کار میکنیم، تا یه ذره پول دستمون میاد زفگیر میشیم به همه قرض میدیم، قرض میدیم نمیتونیم پس بگیریم، قرض میگیریم نمیتونیم پس بدیم، میمونیم سردرگم آواره. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میمونه تنها یه راه، اونم مردنه. آدم از مردنش هم میترسه. من بمیرم چی میخواد دخل خرج شام نهار مجلس ختمو بده؟ چی میخواد واسم قبر بخره؟ خان برام شما میخوای واسم قبر بخری؟ خدا نکنه تو بمیری. آتی خدا نکنه، دست عمر خداست، هممون یه روز میمیریم. دست عمر خدا. آره میخره؟ میخرم که نمیدونم مزنش چنده، 100 میلیونی باید باشه الان قبل. چقدر؟ 100 میلیون میخرم. شما 100 میلیون رو بده من اگه مردم آدم با 100 میلیون میمیره. الان آقای رامبوتزوان دستتون در نکنه، لطف کردین شرمندشون کردین، ولی خدا وکیلی از ما چه گذشت، خوابگاه سری بعد خندان دانشوها رو ببریم پایین شهر. به ما داداش من تو اقدسی خوابگاه دادی، فقط اسم اقدسی میاد یا 50,000 تومن از جیبم غیب میشه. نمیدونم این اقدسی چی داره. رفتیم یه جاش ساندویچ خوردیم، پا شدم حساب کنم، گفتم داداش چقدر میشه حساب ما؟ گفت قابل نره. گفتم نزن. دیدم ناراحت شد، گفتم واش شوخی کردم بزن. گفت 300,000 تومن. گفتم برو بابا منو جمع کنی 10,000 تومن نمیارزم. 300,000 تومن هر کاری کردم تخفیف نداد. شانس آوردم آیت کنارم بود، اونجا دادم جرگان نگه دارم. آیت داداش نگران نباش، انشالله یه وام 4% بدون بهره میگیرم، میام آزادت نمیکنم. وام به زور گرفتم مجموعه، ولی یه طریقه هست روبیکا، اونو نصب کنید برید به من رای بدید، آیتم انشالله خودش آزاد میشه. خدا بزرگ.
من هنوز دارم میخندم. مگه این برنامه آن تو نبودی؟ نه داره. خیلی خوب، دمت گرم، خسته نباشی. من یه آب بخورم. دو تا آب بخور. اشکان، این شد اون ناصر محبی که من توقعش رو داشتم. نخورمونه. توی مرحله اول مطلقاً حتی به مرزهای پایین خودت هم نزدیک نبودی، نه به لحاظ شوخی که طراحی کرده بودی، نه اجرا. سوار نبودی، اعتماد به نفس کافی به نظرم نداشتی. من فکر میکردم که واقعا سنت بیشتر از اینه. الان فهمیدم که چرا توی شوخی اول اون اتفاق افتاده. طبیعتاً به خاطر سنت و کم تجربه بودنت بوده. الان به نظر من تازه رسیدی به اون چیزی که آدم از ناصر محبی توقع داشت، همون چیزی که رامبد میگفت من دوست داشتم که توی مثلا گروه هم باشه، با هم دیگه حال کنیم و اینا. این الان دلیلش مشخصه که چرا. منحصر به فردی، شوخی خودتو داری، به خصوص با لهجه خاص خودت و شیوه اجرایی خاص خودت، قطعا منحصر به فرد ترین شرکت کننده این مسابقه. مخلصم قربان. دمت گرم. جناب آقای آیش، اصلا باورم نمیشد که انقدر میتونی توی لحظه باشی در تمام مدت، از لحظه اول تا الان. وای از خوشحالی نمیره یه وقت. خیلی خیلی اتفاق بزرگیه. ناصر حواست هست؟ خیلی. یه استاد ریش سفید وایستاده، بیا شونه‌شون رو ببوس. خیلی دیگه خوش به حالت. مخلصم. از اون لحظه های خیلی باحال خنداننده شو بود. جناب آقای جوان، مخلصم. خانم بهتون تبریک میگم به خاطر این میزان از موفقیت گروهتون، واقعا دارم میگم. بله قطعا همینطور. کاملا نشون میده که شما و بچه هاتون خیلی جدی دارین کار میکنین، خیلی جدی دارین سعی میکنین مرزهای کشف شدنی که الان ممکنه دیده نشه توی کارتون رو پیدا بکنی و هی داریم بهشون نزدیک میشیم. خیلی باحال. من یاد یه چیزی میندازه این اجرا. توی کارتون و انیمیشن هست مثلا شیلنگ آب رو باز میکنی بعد یه هو در میره فشار زیاد اینجوری میشه. دیدی غیر قابل کنترل و همه جا داره آب میپاشه و همه چی. یه همچین چیزی بود اجرا. یعنی یه چیز از دست در رفته شلوغ پر انرژی. آدم احساس میکرد مثلا یهو ممکنه بیاد بره بیرون، یهو ممکنه پرواز کنه بره، یهو رو باداد نکرده برداره آبو با چیز بخوره. آره با بطری، با بطری بخوره اصلا اون که امکان نداره، یهو ممکن بود این کارو بکنه. آره عزیز دلم، باری کلا بهت، تو واقعا اجرای تمیز باحال جذابی که تمیز نه، اتفاقا اصلا تمیز نبود، خیلی دیوونه و خیلی پرهیجان و گرم و جذاب بود. اصلا انگار که یک ساختاری نداره، تو هر لحظه که دلت میخواد داری میکنی و این خیلی باحال بود. اون چیزی که آقای آیش میگه در لحظه و در آن بودی، واقعا انگار این اتفاق داشت میافتاد. دمت گرم. اشکانم راست میگه، چیزی که از تو ما حدس میزدیم و انتظار داشتیم داریم میرسی بهش. بارکلم. مخلصم. خانم پانتا بهرام، ضمن تبریک. کلی باعث مباهات برای خودش اول، که انقدر اساتید دارن ازش تعریف میکنن، قطعا کلی انرژی خواهد گرفت که انقدر همه تحویلش میگیرن. ممنونم ازت که تلاش کردی و یه خود هفت گوش کنتر بودی به نسبت قبل. یه خود من فکر میکردم سخت کنترلش، فکر میکنم روزای اولم اینو گفتم، اما به شدت تن داد، خیلی گوش کرد، هم به من هم به بقیه بچه ها. از کل گروه تشکر میکنم، خصوصا از علی زیایی که کنار ما بود تو همه لحظاتی که داشتیم کمک میکردیم که برسه به این سطح از انرژی و رسید این و جاهایی هم به عنوان مترجم قطعا. ولی نه، من خودم دارم یاد میگیرم، یعنی فکر کنم کم کم دیگه احتیاجی نیست حتی به اون قسمت ماجرا. دیگه خودم بالاجه سوغان گتر. آره چی شد؟ گفت من بلدم، خواستم ببینم بلده یا نه.
سوغان. یه چیزی گفت بیار، فقط متوجه نشدم چی. دیدن چی چی گفت؟ پیاز کوچولو بیار، بلد نبود. اول آخرش فهمیدم پیاز، تا سر پیاز خوندم من الان آخه. تا سر پیاز. آره تا سر پیاز، ولی یاد میگیرم. خیلی خوب. عالی، ممنونم ازت. من یه تشکر ویژه‌ام کنم از فامیلای عزیزم، از زنم و دخترم و از رفیقای کلام چون پشت هستن. مخلصم. رفیقام هم هستن. مخلصم. همه از عربین اومدن؟ نه، این خالام خود تهران میشینن. رفیقام هم تهرانن. استدعا میکنم. ممنون زحمت کشید. به ناصر محبی اگر میخواین رای بدین از طریق اپلیکیشن روبیکا، از طریق وبسایت خندوانه www.khandewane.ir. به افتخار ناصر. یه بریم بیایم بکنیم و بیایم برای خداحافظی. آماده این؟ آماده این؟ اون ور دوربینمونا 3 2 1. بریم بیایم. این کارت ملی منه. بگیم به به چه ماشینی، به به خانو واده ای. آقا غلام میخوره به تورمون. شغل بزن بپشی، عوض این که ما شاد باشیم پولدارا غمگین، پولدارا شادن ما غمگین. یعنی اون شب نذاشت بابا مخبار ببینه، دعوت کردیم هر کار کردیم بیرون نیمد که بابای من افسردگی بگیره تفسیر این پول داراست. آره خودت برو بابا. ترس دارم آقای، ترس میدیم نمیتونیم پس بگیریم. شما 100 میلیون رو بده من، من اگه مردم آدم با 100 میلیون میمیره، ولی خدا وکیلی از ما چه گذشت میشه. نمیدونم این نقد دستی چی داره، گفت 300,000 بزرگه. خب بگو. نمیدونم چی بگم، فقط خوشحال. خوشحال از همه کسایی که کمکم کردن، از همه، از نویسندگان عزیز، از آقای زیایی عزیز، به ویژه خانم بهرام مربی عزیزمون، از دوستام ابو طالب، محمد حسن، محمد حسین، خانم کرامت، خانم بیتا پروسین، از همه کسانی که ما رو حمایت کردن، چه از دور چه از نزدیک. عزیزن لطف دارن، خیلی خدا رو شکر میکنم که شرمندهشون نشدیم، تونستیم یه اجرای خوب بزنیم. بفرمایید که ببینم. سخت‌تر بود نسبت به اجرای قبل؟ نه خیلی خوب بود. من فقط خودمو، چون اجرای اول تو برنامه تلویزیونی بود، اون یکم سخت بود، ولی این شدم و ناصری کمشه میخواست. همین چرا دیگه؟ تو چرا گریم من؟ ایشو از مسئولین بی‌طرف نه. آره نه ببین، ناصر انقدر بچه خوشخوان همه میدونن، این از ماهه. آره چه شبی بود امشب، کلی کیف کردیم. از این 12 نفر 6 نفر با رأی مستقیم شما میرن مرحله بعد. میمونه 6 نفر دیگه. از این 6 نفری که میمونن، 2 نفرشون باز مستقیم، یعنی کسایی که کمترین رأی رو دارن در همین مرحله حذف میشن. میمونه 4 نفر. اون 4 نفر 2 نفرشون در اجرای نجات به مرحله بعد میرن، و این یعنی اینکه
در مرحله سوم 8 شرکت کننده و 8 خنداننده حضور خواهند داشت. این یعنی چی؟ یعنی برنامه بعدی برنامه اعلام نتیجه هست. من با شما و چرا یهودی و همینطور اجرای نجات رو هم در برنامه بعد خواهیم دید. به احترام مردم عزیز ایران می ایستیم و بهشون میگیم که مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم، خیلی. ما از همراهی شما با خنداننده‌شو خیلی خوشحالیم، خیلی. شما خیلی محترم هستید، خیلی. شما خیلی عزیز هستید، خیلی. شما خیلی نجیب هستید، خیلی. و شما خیلی صبور هستید. خیلی. باهاتون خداحافظی میکنیم و بهتون میگیم شاد باشید. We'll be right back.